خبرگزاری فرانسه به مناسبت اربعین حسینی گزارشی مفصل درباره این مناسبت دینی پخش کرد و در بخشی از آن با یکی از اساتید دانشگاه شیکاگو گفتگوی داشت. الکس شمس از اساتید دانشگاه شیکاگو در این گفتگو گفت شیعیان با احیای اربعین حسینی به هویت شیعه بودن خود می بالند. وی که متخصص شیعه شناسی است افزود شیعیان عراق به خوبی میدانند که چگونه آزادی مذهبی خود را در قالب بزرگداشت مراسم اربعین امام حسین علیه السلام نواده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به جهانیان نشان دهند این استاد دانشگاه ادامه داد در حقیقت احیای سالیانه اربعین امام حسین علیه السلام در عراق بیانی راستین از طرف شیعیان است و نشان می‌دهد که آنان حتی بعد از اینکه سالیان دراز ظلم دیکتاتورها را تحمل کردهاند همچنان به هویت شیعه بودن خودشان می بالند. خبرگزاری فرانسه در این گزارش و همچنین افزود اربعین نشان می دهد که شهر مقدس کربلا در کانون توجه جهان تشیع قرار دارد جایی که در آن حرم متحر امام حسین علیه السلام و برادرش حضرت ابالفضل عب عباس علیه السلام و یاران و پیروان اهل بیت علیهم السلام وجود دارد در ادامه این گزارش آمده اربعین حسینی یکی از بزرگترین گرد همایی ها و تجمعهای های بشری دینی در دنیا به حساب می آید جایی که امسال حضور بیش از 21 میلیون زائر از داخل و خارج عراق را به خود دید